Ladies and gentlemen, in this part of this afternoon's program, it gives me immense personal pleasure to introduce the next of our speakers. She is a veteran of women's and human rights and an individual who has fought against two successive dictatorships in our homeland. And that is, of course, the dictatorship of the Shah and of the Ayatollahs. Ladies and gentlemen, she is the editor of the Nabard-e Khalq publication, a member of the Central Committee of the People's Fedaiyan Organization, and of course, a member of the National Council of Resistance of Iran. It gives me great personal pleasure to introduce onto this stage, ladies and gentlemen, Mrs. Zinat MirHashemi. ولی فقیه. به هر حال باید از این فرصت استفاده کرد که این جنبش رو به پیش برد. با درود به همه شما و به زنان و مردان پایدار در اشرف سه. ابتدا مایلم پیروزی مقاومت در پیکار حقوقی را به تمام آزادی خواهان و به طور ویژه به خانم رجوی شاد باش بگویم. برگزاری موفق اجلاس جهانی ایران آزاد پیش به سوی جمهوری دموکراتیک یک تودهنی به رژیم و سلطنت طلبان است که حقیرانه آزادی بیان، حق اجتماع مسالمت آمیز و حقوق بشر را بر نمیتابند. درود میفرستم به مردم به پاخواسته ایران، به زنان و مردان شجاعی که با انقلاب زیبا جینا چهره ایران زمین را دگرگون کردند. ادای احترام میکنم به خانواده شهیدان خیزش انقلابی و قیام‌های توده‌ای که جهانی را بیدار کردند. همبستگی و همدردی خود را با مبارزانی که چشمهایشان با ساچمهای ارتجاع نابینا شد اعلام میکنم. درود بر فعالان کارگری، معلمان و همه کنشگران زندانی و به ویژه زنان که در قیامهای 8 ماهه گذشته پیشتاز مبارزه رهایی بودند. و گرامی می‌دارم یاد و نام فرمانده افشین را که قتل او لکه ننگی بر چهره مماشاتگران است. در رابطه با جنبش دادخواهی که موضوع کنفرانس امروز هست، ضمن درودهای فراوان به فعالان جنبش دادخواهی باید بگویم که جنبش دادخواهی جنبش همگانی هست که مطالبه آن و موفقیت آن در کشورهای دیکتاتوری کمک به کاهش و حتی پایان چرخه خشونت حکومتی می کند. دادخواهی جنبش نه به اعدام، نه به شکنجه و نه به سرکوب و برای آزادی عقیده، بیان و حق زندگی هست. از این منظر هر کسی که خواهان تقویت این خواسته های انسانی هست باید در جهت تقویت این جنبش کمک بکنه. این که میبینیم امروز باقی مانده های ساواک
و دستگاه سرکوب دیکتاتوری سلطنتی دوباره فیلشان هوای هندوستان را کرده دقیقاً به این خاطر است که پرونده‌های سرکوب و شکنجه دستگاه مخوف ساواک برای نسل‌های بعد باز نشد. جنبش دادخواهی یکی از پایه‌های اصلی جنبش ضد دیکتاتوری است. مردم ایران برای آزادی، عدالت، حق زندگی انسانی، نابودی تبعیض جنسیتی، مذهبی و ملی قیام کرده و تا سرنگونی نظام ولایت فقیه به مبارزه ادامه می دهند و آتش انقلاب را در شکل‌های مختلف شعله‌ور می کنند. جمهوری اسلامی که تنها قدرتش در مدیریت سرکوب خلاصه شده تلاش می کند که این شعله ها را خاموش کند. در نتیجه می خواهد نیروهای اپوزیسیون سازمان یافته که در سرنگونیت تمامیت نظام نقش مهم دارد را از طریق سیاست مماشات ضعیف بکند. رژیم به قیمت حراج تمامی ایران راهکار نرمش زبونانه را البته به طور موقت در پیش دارد. مماشاتگری برای عادی سازی مناسبات با رژیم تروریستی جمهوری اسلامی دقیقاً کمک به حفظ رژیم در برابر خواست مردم که در کف خیابان بیان می شود هست. این سیاست نشان می دهد که نه فقط خامنه ای از جنبش انقلابی وحشت زده شده، بلکه تمام کارگردانان سیاست مماشات هم از این جنبش ترسیدند. اگر کشورهای اروپایی گمان می کنند که با امتیاز دادن به رژیم ایران و یورش به مجاهدین خلق ایران می توانند تنش با رژیم را کاهش بدهند، اشتباه بزرگی مرتکب شدند. تجربه نشان داده است که هیچ مناسباتی با رژیم ولایت فقیه پایدار نیست. تنش‌زایی، جاه طلبی های تروریستی و رویای رسیدن به سلاح هسته‌ای و قدرت برتر در منطقه امکان مناسباتی متعادل با جامعه بین المللی را میدان نخواهد داد. سازمان چریکای فدایی خلق ایران در 11 اجلاس شورای عالی خود اعلام کرد بررسی وضعیت فلاکتبار مردم نشان می‌دهد که رژیم حاکم در کلیت آن با همه دستبندی‌ها و باندهای درونیش مقابل جامعه قرار گرفته است. عملکرد کارگزاران نظام و در رأس آن ولی فقیه در چند کلمه خلاصه می‌شود: دزدی از جیب و سفره مردم، چپاول ثروت و سرمایه‌های جامعه، استثمار بی حد و مرز نیروهای کار، تخریب محیط زیست، انباشت سرمایه و ثروت در دست 2%. 2% جامعه در برابر حاکمان قرار گرفته و هرم قدرت در جدال درونی مداوم که دارد همواره افزایش می‌یابد. به حیات خود ادامه می‌دهد در این جدال. با یک جمله به صحبت‌های خودم پایان می‌دهم. انقلاب جاری انقلابی هست که رژیم را پشت سر گذاشته و هر سیاستی که به حفظ رژیم ملاها یاری برساند علیه این جنبش و خواسته‌های برحق مردم ایران و به ویژه جنبش عدالت‌خواهی و دادخواهی است. سپاس که به من گوش دادید.